بیشتر من در شک و تردید هستن. من نمیبینم ظاهرا دوست دارن تو این جریان وارد بشن، اما نمیدونم چرا هنوز دعا نمی کنن. الان دارن تلویزیون تماشا میکنن. بله خدا شکر برای وجودشون. حتما اسمشون رو میتونیم داشته باشیم؟ اگه میتونم اسمشون داشته باشم؟ فرشاد. فرشاد جان. فرشاد. بله بله. بیننده شدم، خدا با قلبش صحبت کرد اما به زبون نمیاره هنوز. آه اوکی، اشکال نداره. اولا خواهر افسانه عزیز، این رو بدانیم، خدا ما رو آزاد آفریده. آمین. و خدا نمیخواد ما بر اصل یک جبر این کارو کنیم. من مطمئن هستم وعده های خدا وعده های نیکو هست، درسته؟ آمین. کلام خدا میگه حتی یکی از وعده های خدا بر روی زمین نیفتاده. بله. پس بنابراین مطمئن باش، کلام خدا میگه تو و اهل خانوادت نجات پیدا خواهی کردش. خدا رو شکر برای فرشاد عزیزمون، خدا رو شکر برای قلب خوبش، برای همین آمین. که میگه پذیرفته، اما به زبان، این موقع خودش رو داره، زمان خودش رو داره. ما قبلا تجربه کردیم چیزایی که به زور گرفتیم، بذاریم آزاد باشیم. عیسی مسیح این آزادی رو به ما داده. آیا فرشاد جان مایل هست با من صحبت کنه الان؟ با شما نمیدونم، ولی من دوست دارم که برای شما دعا کنیم. چشم چشم، پس باش. اگرم دوستاش با من صحبت کنه، افسانه جان لطف کنید بعد از اینکه برنامه ما تمام میشه من در خدمت ایشون هستم، با من تماس بگیرید، با هم صحبت میکنیم. حتما فرشاد عزیز سوال داره و سوال خوبه. نگاه کنید، ما تا زمانی که سوال داریم سوالاتمون میتونه خوب باشه. مشکل ما زمانی هست که ما شک میکنیم. سوال رو انجام بدیم تا دیوار شک رو بریزیم، تا بتونیم ایمان بیاوریم. مانع سوالات نباید بشیم. فرشاد جان من مطمئن هستم سوالاتی دارن که سوالاتشون میتونه درست باشه، باید جواب بگیرن از اون سوالات. 100% بله. خیلی 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 سوال دارن. بله. از من نپرسیدن ولی خیلی سوال دارن. بله. میدونی خب اینجا جریان چطوریه. بله. بعد برادر رسول عزیزم توی کارشون خیلی گیرن. بله. خیلی توی کارشون گیرن، همش میگه من دوست دارم، نه که این که داره با خدا معامله میکنه، میگه دوست دارم من این همه خداوند صدا میزنم، دوستش دارم یه جوری خودشو به هم نشون بده. آمین. به من میگه خود تو بگو خداوند خودشو به من ثابت میشه که خداوند منو میبینه. درست. مشکلات منو میبینه، کمک میکنه. درست. چون شاید به خاطر زیاد مشکلاتش هست. بله خودش اجازه بدید براشون دعا کنیم. الان متحدن دعا خواهیم کرد برای فرشاد عزیزمون، اما باید ایشون با یکی صحبت کنم. لحظه چشماتون رو ببندید. دیگر هموطنان عزیز من که سوالاتی دارن، هنوز دو دلن، آیا واقعا عیسی مسیح تنها نجات دهنده است؟ حق توئه که این سوال رو بکنی، اما خودتو پنهان نکن پشت این سوالات، سوالاتو اعلام کن. مشاورین ما در تلویزیون محبت هستن، شبانان خیلی محترمی هستن که آگاه هستن. تماس بگیرید تا جوابتون رو بگیرید، مبادا که ابدیت خودمون رو ما بیهوده از دست بدیم. پس لحظه با هم متحدن برای فرشاد عزیز دعا میکنیم. هللویا خدا قدوس پدر آسمانی، برای مشکلاتتون دعا کنید. چش. برادر رسول عزیزم که خداوند خودش رو بهش نشون بده. آمین. چش چش. هللویا پدر جان، خداوند تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت. خداوند تو رو شکر میکنم که قبل از اینکه خواهرم بخواد اعلام کنه تو آگاه بودی از آنچه که میخواد بگه. قبل از اینکه فرشاد بخواد با کسی صحبت کنه تو از دل خوب او آگاه هستی، از سوالاتش آگاه هستی. خداوند تو انسان رو آفریدی، تو انتظار و توقعی از انسان نداری، فقط خود انتظار تو این هست که از تو بطلبن حقیقت رو. خواهش کنم در نام عیسی مسیح روح پرجلال تو، قوت تو جاری بشه یک بار دیگه. خواهر من روی خدا در صبر، در امید، در قوت برکت بده و همچنین همسایش فرشاد عزیزم روی خداوند، چه در خواب و چه در بیداری و چه در رویا و چه همین الان در این دعا تو ملاقات کنی در نام عیسی مسیح خدا. حقیقت خودت رو مکشوف کن، زندگی او رو به عنوان مرد خانه بر برکت بده، چرا که تو وعده دادی که خدای قدوس مردان بتوانن خدای قدوس باعث برکتی در اون خانه بشن، مسئول خانه هستن. پس خواهش میکنم ای خدا دلسوزی برادرم رو، نگرانیشو، ترسشو به حضورت میارم. ای خداوند بشور، قوت تو جایگزین بشه و مسیر زندگی او رو خدای قدوس مبارک بخوان و سبقت به جون نسبت به آرزوهای دلش ای مسیح جان. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. با ایمان دریافت کن خواهر عزیزم. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان خدا بسپاریم. خطوط ما خیلی پر هست، نمیتونیم خیلی منتظر بذاریم عزیزان را. فیض خداوند
با شما باشه. وقت شما بخیر هموطن عزیز. بفهمت خواهش کنم. حسین عزیزم، آیا صدای ما رو دارید هموطن؟ بله صدایت رو دارم آقای حیدری. بله جان خدا رو شکر در خدمت شما هستم هموطن عزیز. جان خوب هستی و سلامتین؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر، به فیض خدا. تشکر میکنم از دعاتون عزیز. برامون تشکر بکنم. خواهش میکنم، از خداوند تشکر کنیم برادر عزیزم. تشکر میکنم، در خدمتتونم. خدا رو شکر میکنم. آمین آمین. بفرما حسین جان. من میخواستم برامون دعا بکنین. مشکلات دارم. بله. مشکلات خانوادگی دارم، مشکلات روح روانی دارم. میخوام برام دعا بکنه که خداوند عیسی مسیح ما را نجات بده از این. آمین. از این مشکلات. آمین حسین جان. آیا آمین. شما که با این دل قشنگ تماس گرفتی با ایمانت، آیا قلبت هم به مسیح دادید شما؟ آمین. بله هللویا. خدا رو شکر. پس من الان از خواهرم کانی عزیزم خواهش میکنم برای شما و خانوادت دعا کنه. خواهش میکنم دیگر هموطنان عزیز. آمین. درسته ما میخوایم دعا برای حسین جان آمین. انجام بدیم، اما بدانید این دعا میتونه برای تو باشه. این میتونه آنچه که شما توی مشکلات هستی رو با خواهرم نیز در دعاش متحد شو و از دستان پرزور خدا بگیر. آمین. به همین راحتی، سخت نیست، فقط بپذیرید و خداوند شما رو برکت. لحظه با دعای خواهرم متحد بشید. خداوند عزیز، واقعا تو رو شکر میکنم برای مهر و محبتت، برای حضور تو در زندگیمون ای خداوند. برای برادرم خداوند حسین تو رو شکر میکنم برای ایمانی که داره ای خداوند. خداوند تو از زندگی این برادرم آگاه هستی، از تمامی مشکلات، سختی ها خداوند، مسائلی که باهاش درگیر هست ای خداوند. هیچ چیزی نزد تو نیست که تو اون رو ندونی ای خداوند. از اعماق وجود برادرم حسین آگاه هستی، از اون خداوند مصلحت دلش ای خداوند. پس خداوندا با اتحاد خداوندا تمامی مشکلات، این مسائل خداوندا که در زندگی داره برادرم حسین، این مشکلات رو به حضور مقدس تو بلند میکنیم ای خداوندا، و میخوایم اون دست خداوندا پر از مهر و محبتت، اون دستی که معجزه میکنه خداوندا، بر روی تمامی زندگی برادرم قرار بگیره ای خداوند. به نام عیسی مسیح خداوند، خداوندا اراده نیکوی تو در زندگی برادرم انجام بشه ای خداوند عزیزم. و تو رو شکر میکنم که نور خودت رو میتابونی بر زندگی برادرم. آمین. آمین. هر ریشه ای که هست که از تو نیست خداوندا، هر ریشه ای هست که خداوندا شاید بخواد رشد بکنه، نما بکنه و تاریکی رو به وجود بیاره خداوندا، هر چیزی که هست تو آگاه هستی، اون ریشه رو به نام عیسی مسیح روح القدس تو بسوزان خداوندم، و اون نور تو، اون حضور تو در زندگی برادر عزیزم باشه ای خداوند. برکت مضاعفت رو بر زندگیش خداوندا میطلبم به نام عیسی مسیح. باشه گزارم. آمین. آمین. با ایمان برادر عزیزم قبول کنیم. مرسی خواهر عزیزم، مرسی از دعای زیبا. همچنین هموطن عزیز شما رو به دستان خدا میسپاریم حسین عزیزم، چون ما وقت آنقدر نداریم. هموطنان عزیزم، خواهشی که ازتون دارم، موقعی تو سختی ها و مشکلات هستید، اتفاقا زمانی هستش که امیر جان من فکر کنم واقعا هممونم تجربه کرد، همون مشکلاتی که ما فکر میکنیم مشکله، اتفاقا این مشکل نیست، اتفاقی افتاده که شما مشکل رو دیگه نبینی اما خدا رو ببینی. تصور بر این میکنی، یه روز من رویا دیدم، برای یه عزیزی داشتم دعا میکردم، توی رویا دیدم این شخص همش از خدا امکانات زندگیشو میخواد و این امکانات همچون باکسایی مربعی شکل بود که این جلوی خودش قرار میداد و خدا که در مقابلش بود، این باکسا انقدر بلند شد یه خدا رو نمیدید، یعنی طوری شد که فقط اون امکانات، اون نیازهاشو میدید و خیلی خوشحال و هپی بود، تا اینکه یک باره این باکسا ریخت. وقتی که ریخت و ناراحت شد، چرا امکانش داره از بین میره، چرا ثروتش از بین رفت، چرا مقامش، چرا سلامتیش، نگاهش افتاد به صورت خداوند. گاهی هست هموطن عزیزم، اون مشکلاتت، اون سختیات مانع دیدن خدا شده. یعنی مشکلات نه، اون امکانات که فکر میکنی، اون چیزایی که براش دعا کردی، از این رو هست کلام خدا میگه، اعلام میکنه اول اراده او رو بخوا. چون اون میدونه اون باکسا رو کجا قرار بده، که امکانات تو باشه، نیاز تو باشه، اما چهره خداوند همیشه روبروی تو باشه. مبادا من به تفکر خودم امکانات رو در مقابل خدا قرار بدم و خدا از چشمان من نیز دور باشه. برادر رسولیه همیشه کانی جان یک مثالی میزنن، میگن چقدر خوبه که ما به مشکلات بگیم که
هر چقدر هم بزرگ باشن بهش به مشکلات بگیم مشکلات، خدای من از تو بزرگتره. آمین. و اجازه بدیم که مشکلات زیر پاهای ما قرار بگیره و ما رو بیشتر به خدا نزدیک کنه. همینطور که کلام خدا میگه که خدای ما خدایی که فوراً در تنگی ها یافت میشه. آمین. خدای ما خدایی که نزدیک شکست دلان هستش. برابو. و خدا تو این شرایط اتفاقاً حضورش رو به ما چقدر نزدیک میکنه. آمین. و چقدر خوبه که حسین جان و دیگر عزیزانی که میدونم در مشکلات مختلفی شاید تر زندگیتون باشه، ولی خدایی که ما داریم خدایی که قادر هستش که مشکلات رو به نفع زندگی ما تموم کنه. رابو. و تو این زمان ما به خدا، به حضور پرمهر و محبت خدا نزدیکتر میشیم. هلی. و اراده خدا رو درک میکنیم و بر مشکلات پیروز میشیم. و بر طبق همون اراده که از خداوند درک کردیم حتی دعا میکنیم و قدم برمیداریم. وقت آدم اراده خدا رو تو زندگیش درک بکنه، اون مسیر دعاش رو انگار خداوند تعیین میکنه. و یه چیز دیگه که من راجع به مشکلات میخواستم بگم، دوست عزیزی که داری برنامه رو نگاه میکنی، اگر مشکلاتی تو زندگیت هست، اگه سختی هایی هست، خب اول از همه بدون که خداوند اون مشکلاتت رو میبینه. برابو. و اگر با تمام قلب دعا کنی بر طبق اراده خودش جواب دعات رو میده عزیزم. ولی یه چیزی که من خودم تو زندگی شخصیم یاد گرفتم اینی که اگه تو هر مشکلی هستیم اول بگی خدایا چی میخوای از این مشکل به من یاد بدی؟ چه درسی هست که من باید از این سختی و مشکل یاد بگیرم؟ چون بعضی وقتا یه درسایی رو خداوند میخواد به ما یاد بده و که انگار اگه تو اون مشکل، تو اون راه قدم بر نداریم انگار نمیشه ما اون درس رو کسب بکنیم. پس با شادی نزد خداوند برین، دعاتون رو نزد خداوند بلند بکنین و از خداوند درک بکنین که خدا چه درسی رو میخواد به شما، چه برکتی رو میخواد از این مشکل حتی به شما بده. آمین. و وقتی دید ما انگار عوض بشه هم راحت‌تر میتونیم بپذیریم، هم اراده خدا رو درک میکنیم تو زندگیمون. حقیقتاً پس میتونه اون مشکل و سختی که امروز تو رو آزار داره میده تبدیل به یک برکتی بشه. بله. با اون چرا که امیر عزیزم و همچنین کانی عزیزم فرمودن از کلام خداوند، پس نباید بترسیم، این قوت رو داشته باشیم. آیا بدر امیر عزیز و همچنین خواهر عزیزم، زمان مال شماست، درست خطوط ما پر هستش، با عرض پوزش از هموطنان عزیزمون مطلبی در رابطه با خدمتتون دارید بگید، خوشحال میشیم. نمیخوام چیزی رو جا بذارم تو این زمان کم. بله، همینطور که خب قبلا هم اشاره کردیم، ما توی در واقع اروپا شبکه محبت رو شروع کردیم و می‌خوایم که به فیض خداوند این کار و خدمت شبکه محبت در اروپا گسترش پیدا کنه. آمین. و از تمام عزیزانی که می‌خوان واقعا برنامه‌های رو از طریق شبکه محبت پخش کنن، ما با خوشحالی در خدمتتون هستیم و میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق ایمیل من amir@mohabbat.tv. و برای من بنویسید ایده هایی که دارید، رویاهایی که دارید برای برنامه های تلویزیونی، حتی انتقادات، نظرها، پیشنهاداتی که دارید. این میتونه به ما کمک کنه برای پیشبرد کار خداوند از طریق شبکه محبت. مسلمه. شما چی مطلبی هست؟ بله، من فقط فیسبوک شبکه محبت در اروپا رو میخواستم بگم. محبت اروپا یا محبت یوروپ. و خیلی خوشحال میشیم که اونجا بیشتر با همدیگه در تماس باشیم و واقعا عزیزان ما میخوایم از شما بشنویم. این شبکه محبت مال شما هست و همه ما باید دست به دست همدیگه بدیم و برای این گسترش و وسعت این شبکه با هم دیگه همکاری بکنیم. پس ما مشتاقانه منتظر تماساتون هستیم. آمین. با فیض خداوند. و میدونیم واقعا وقتی میگیم صحبت از شبکه میکنیم، پشت این شبکه بلد. محبت یک سیستمی نیستش که تصور بکنیم که یک نوع فعالیت هایی داره انجام میده حزبی، بلکه برای سازندگیه، بلکه برای سلامتی. آمین. تو هموطنان عزیزم ببین، تمام گواهی های بر این هستش که من به مسیح ایمان آوردم، آرامش گرفتم. من به مسیح ایمان آوردم، شفا گرفتم. من به مسیح ایمان آوردم، قوت تازه گرفتم. زندگی من عوض شده، از اسارت آزاد شدم. از این رو هست موضوع شبکه محبت این هستش که شبکه محبت معرف نجات دهنده ما و خداوندمون عیسی مسیح است. موضوع برنامه ما گزارانی مثل من این هست، یا برادر عزیزم امیر جان و همسرشون این هست که مسیح رو معرفی کنیم. کار مسیح رو معرفی کنیم که باعث نجات ما شد. از این رو هستش که از شما عزیزان خواهش میکنم، میخوام الان من دعا کنم برای با اجازهتون برای امیر عزیزم، برای کانی عزیزم، برای خدمت این عزیزان میخوام دعا کنم. هموطنان عزیز من با دعای من متحد بشید. من میدونم که
خواهر من و برادر من این مس خدا رو دارن، سالهاست این مس رو دارن، با فروتنی خدا رو خدمت میکنم و ما گواه بر خدمات این عزیزان هستیم. ولی که با هم متحدن دعا کنیم تا با قوتی بیشتر بتونن ادامه خدمت بدن برای این خدمت جدیدی که ایجاد شده. هللویا خدا قدوس، هللویا پدر عزیزم، حقیقتا ممنون و گذار هستیم که فیض و رحمت توست ای خداوند. میدانم که ای خدای قدوس این وقت رو تو مهیا کردی، اینک از تو میخوام که همان دستی که ای خدای قدوس بر برادر عزیزم امیرجان از ابتدا بود که این عشق و این اشتیاق رو در او ایجاد کرد، ای روح القدس عزیزم که تو رو خدمت کنه به طور خاص ای خدا در تلویزیون، در بین مردمان با این دلسوزیش در کنار همسرش کانی عزیزم که ای خداوند من با فروتنی تو رو خدمت میکنه، در کنار همسرش ای خدا متحمل رنج‌ها و سختی‌ها و حتی سفرها میشه. تو این عزیزان رو مبارک بخوان نسبت به عشقشون به همدیگه، نسبت به عشقشون به تو، نسبت به آنچه را که نیاز و حاجتشون هست، چه از نظر امور مالی و ای خدا چه خدمتی، این عزیزان را برکت بده و به طور خاص این خدمت جدید رو در شبکه تلویزیون محبت مبارک بخوان. ای مسیح خداوندم و نام تو جلال یابد ای مسیح جان در زندگی این عزیزان و خدمت این عزیزان ای خدا برای جلال نام تو نمایان و گسترده باشه بر روی زمین و ملکوت تو. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم، با ایمان دریافت کنید برادر عزیزم خواهرم. ببخشید جسارت من رو عزیزید که شما عزیزانی هستید که ما رو با دعاهاتون واقعا همیشه اجازه دادید که این استادگی رو داشته باشیم در حضور خداوند برای خدمت عزیزید. وجودتون از خدمتتون چقدر برکت میگیریم و مطمئنیم که چقدر مردم عزیزمون از این برنامه زیبا چقدر برکت میگیرن و واقعا خدا رو شکر میکنیم. همینطور که شما فرمودید این برنامه‌های تلویزیونی فقط ما می‌خوایم وسیله‌ای در دستان خدا باشیم تا اون عشق و محبت خدا رو به شما عزیزان اعلان کنیم و خدا رو شکر برای این خدمتی که شما دارید عزیز. خداش رو برای هر دوی شما و حضور خدا که در شما ملموسه. یعنی باور بفهمید من هرگز 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 دوست ندارم بیهوده حرف بزنم، اما حضور خداوند در حضور این عزیزان، در وجود این عزیزان هستش و از خدا بخواید واقعا همچون عزیزان ما مردان و زنان خدا باشید، نام خدا رو جلال بدید. کلام خداوند ما رو تشویق کرده نه تنها به ثمره روح القدس بلکه به عطایای روح القدس، از روح القدس پر بشید، اون رو تجربه کنید و با عطایایی که خدا بهتون میده خداوند رو نیز محبت کنید. شکر. ممنون از اینکه با ما بودید. ممنون از شما. واقعا پیوسته برای شما عزیزان در دعا هستم. پس از عزیزان خداحافظی میکنیم و میریم با هم دیگه موزیک ویدیوی رو ببینیم نیز برمیگردیم. ممنون از محبت شما. خدا برکتتون بده. خدا برکتتون بده. خدا برکتتون بده.